بهترین قسمت از آموزش طراحی پارامتری که برنامه ریزی سفره در بخش کاربرد نقاط میخوایم روی تبدیل نقطه به خط و خط به سطح کار کنیم. برای این کار ابتدا در محیط روینو ما نیاز داریم که دو تا نقطه تعریف کنیم و اون نقاط رو به خط تبدیل کنیم و در نهایت به سطح. به همین ترتیب ابتدا در محیط گراسافر تو بخش زبانه وکتور گزینه پوینت رو انتخاب میکنیم و همین کار یک کپی دیگه ازش میگیریم، چون وقتی دو نقطه داشته باشیم میتونیم به یک خط برسیم. برای ورودی های ایکس و ایگرگ این مجموعه نیز دو تا اسلایدر تعریف میکنیم. به ازای هر x و y و z ما اومدیم سه تا اسلایدر تعریف کردیم، اسلایدر اول ها و اسلایدر دوم که هر کدوم شامل سه متغیر. خب به ورودی x، به ورودی y، این هم به ورودی x و این هم به ورودی y. حالا این نقاط رو جا به جا کنیم دیگه، این مثلا به شکل نقطه ساعت ده میدونی دی پرسپکتیو بهتر، این هم بیاد توی دو، این قسمت خوبه، این هم خط خوبه، دومی تو هم قسمت یک و یک بمونه. خط اول ما قسمت ابزار لاین میتونیم اینا رو به هم دیگه اتصال بدیم. خط اول ترسیم شد، پس ما اومدیم با دو تا نقطه که دارای x و y و z هستن به یک خط تبدیل کردیم اینا رو، و همین کار رو برای یک نقطه دیگر هم باید انجام بدیم، برای خط بعدی رو انجام بدیم. ولی این دفعه میخوام این خط توی ارتفاع ترسیم میشه، به همین جهت ورودی Z برش در نظر میگیریم و اینا رو میاریم بالاتر، 8 و 8، ولی توی جهت های خلاف هم یک کمی برتر یکی این قسمت یه همچین سطحی بذاریم بریم منطقیش کنیم. خب ولی اینا رو ببریم عقبتر، توی این جهت ببریم پشتتر، میتونیم برای ورودی های x و y عدد های منفی تعریف کنیم. اینجا مثلا میگیم که من های x، این x در واقع اینه، این یه متغیر ماست، این x متصاد نیست، یعنی هر عددی که اینجا باشه میشه منفی، یعنی به رفتر رفتر. و الان یه ذره اینو بگیم اینجا و این هم اینجا و این هم به همین صورت منفی x در ایگرگش هم من یه ایکس تا بکنم، خط اول این خط ایگرگ میدونی یه تا نبینیم بهتر، با این خط ها بندی نزدیک کنیم، یه خط من دو خط بذاری اینا رو بریم اونتر الان دیگه خوب بکنم. خب یه خط اینجا داریم، یه خط اینجا، حالا با ساز ابزار لاین یه کپی میگیریم اینجا، خط اول و خط دوم، یه خط اینجا داریم، یه خط اینجا. برای تبدیل این دو تا خط به سطح میتونیم بیم از دستور لافت استفاده کنیم که میشه خط اول، گزینه شیفت رو نگه میداریم و خط دو، میبینیم به همین راحتی بین اینا یک سطح ایجاد شد. خوبی طراحی به روش پارامتریک اینه که پس از رسیدن به الگوی مورد نظر امکان تغییر اونم داریم. مثلا من میخوام این ارتفاع رو یه ببرم بالاتر یکی از این خط ها، یا این رو مثلا ببرم چپتر راستر کمترش کنم بزرگترش کنم، این امکان کنترل و مدیریت شکلش خیلی بیشتره. برای این قسمت خسته نباشید.